در این قسمت از آموزش میریم سراغ ادامه تنظیمات کاستومایز و میخواییم این قسمت رو بیشتر با هم یاد بگیریم. ما تا قسمت تولبارز یاد گرفتیم، میریم سراغ قسمت بعدی و میخواییم قسمت شورتکات رو یاد بگیریم و ببینیم که شورتکات بارز چی هستش و کجا کاربرد داره. همونطور که مشاهده میکنید، من زمانی که روی شورتکات میام یه پنجره کوچیکی برای من باز میشه و در این قسمت ابزارهایی هست که من میتونم ازش استفاده کنم. یعنی یه پنجره بسیار ساده ای هست که یک سری ابزار توشه و میتونم بگم پنجره دسترسی آسان به ابزارهای پرکاربرد نرم افزار سالید ورک هستش. من این قسمت رو میام میبندم، اس کیبورد رو انتخاب میکنم. زمانی که اس کیبورد رو ما بزنیم، این پنجره شورتکات برای ما باز میشه و ابزارهای مهمی که داخل محیط پارت وجود داره میتونیم ازش استفاده کنیم و در این قسمت ابزارهای پرکاربرد رو دارید چون ما مشاهده میکنیم. ما اینها رو خودمون میتونیم ویرایش کنیم. برای هر محیطی ما یه دونه شورتکات مخصوص به خودش رو داریم. من وارد محیط اسکچر میشم و به این صورت اس رو انتخاب میکنم. ابزارهای مهم اینجا هست که ما میتونیم از اون ابزارها استفاده کنیم. پس بستگی داره که داخل چه محیطی هستیم و میاد و نسبت به همون محیطی که هستیم شورتکات مخصوص خودش رو به ما نشون میده. من وارد کاستومایز میشم. در این قسمت کویک اکسس رو میبریم بالاتر، میریم سراغ شورتکات و در این قسمت ابزارهای ما دیده میشه. تمام تولبارهای ما اینجا هستش. اگه بخوایم تولبار مخصوص خودمون رو میتونیم انتخاب کنیم و ابزار مخصوص به خودش رو میتونیم وارد شورتکاتمون کنیم و ازش استفاده کنیم. در این قسمت ما محیط فیچر یا همون پارت رو داریم، در این قسمت محیط اسمبل رو داریم و شورتکات مخصوص خودش رو داریم اینجا مشاهده میکنیم. در این قسمت مربوط به دراین رو داریم و در این قسمت هم محیط اسکش رو داریم که میتونیم به این صورت بگیریم، رها کنیم یا در این قسمت ابزار مورد نظر رو انتخاب کنیم و وارد کنیم. مثلا من اینجا این قسمت رو پاک میکنم و در این قسمت دوباره میتونم اونو بگیرم و در اینجا قرار بدم. چیدمانش هم کاملا دست ماست و ما میتونیم از این قسمت استفاده کنیم. اگه این تیک رو هم ما غیر فعال کنیم، این قسمت سرچ پایینی که در اینجا مشاهده میکنید دیده نمیشه و در این قسمت فقط ابزارهایی که ما انتخاب کردیم رو میتونیم داشته باشیم. پس مانند تغییراتی که داخل جعبه ابزارهامون در این قسمت میکردیم، در اینجا میتونیم کنیم و اونا رو میتونیم پاکش کنیم یا بهش اضافه کنیم. پس قسمت شورتکات هم میتونه کار طراحی رو برای ما سریع تر کنه. قسمت کامنت رو هم که باش آشنایی داریم، ما میتونیم به راحتی قسمت هایی از ابزارهامون رو پاکش کنیم یا دوباره اون رو برگردونیم. در این قسمت میتونیم سرچ کنیم یا قسمت مورد نظر انتخاب کنیم و ابزارهای مخصوص به اون قسمت رو داشته باشیم. بیم سراغ قسمت منو و ما در این قسمت بخش منوها رو داریم که زیر مجموعه اونها رو هم دارید مشاهده میکنید و در این قسمت قرار گرفته و با این قسمت فعلا کاری نداریم. قسمت بعدی قسمت کیبورد هست که ما میتونیم دسترسی آسان رو به بخش های مختلف نرم افزار سالیدورک داشته باشیم. به این صورت که مثلا ما میتونیم کلمه مورد نظری که اینجا نوشته شده رو انتخاب کنیم و اون قسمت برای ما اجرا میشه. مثلا آندو کنترل زد هستش، ریدو کنترل وای هست. این چیزاییه که داخل ویندوز هم وجود داره. مثلا اینتر رو میزنیم یک کاری انجام میده، کنترل ای رو میزنیم یک کاری انجام میده، کنترل ایکس که مسلما میدونید کات، کنترل سی کپی کردنه و کنترل وی هم پیست کردنه. پس ما میتونیم از این روش استفاده کنیم و خودمون هم میتونیم در این قسمت بیایم و کد مربوط به خودمون بنویسیم و شورتکات مورد نظر خودمون رو وارد کنیم. مثلا من میخوام یه نمونه رو براتون داخل محیط اسکچ نشون بدم و مثالش رو حل کنیم. مثلا در این قسمت گفته که لاین با شورتکات L نمایش شده شده. من میام پس این قسمت رو اوکی میکنم، وارد محیط اسکچ میشیم. از زمانی که L کیبورد رو انتخاب کنم، همونطور که مشاهده می‌کنید، ابزار لاین فعال شد و ما می‌تونیم از
ابزار خطکشی استفاده کنیم و خط مورد نظر خودمون رو ترسیم کنیم. پس ما میتونیم از این ابزار هم استفاده کنیم و بیایم شورتکات مخصوص خودمون رو ایجاد کنیم و از اون قسمت استفاده کنیم. بریم سراغ این قسمت و من میام مثلا برای بخش بعدی همین کار رو انجام میدم. من برای این قسمت هم میام مثلا L رو میدم و این قسمت رو اوکی میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید L قبلی پاک شد و L جدید جایگزین L قبلی میشه و از زمانی که ما این قسمت رو انتخاب کنیم و L رو بزنیم اوکی کنیم، به این صورت L دوباره برمیگرده. ما مثلا اینجا به جای L میتونیم شیفت رو بگیریم، L رو بذاریم، مثلا شیفت L رو که بزنیم این ابزار برای ما فعال میشه. پس برای اینکه شما از کنترل و شیفت هم استفاده کنید، میتونید روی دکمه کنترل یا شیفت انتخاب کنید و دکمه مورد نظر رو بزنید. مثلا من میگم که کنترل S، البته کنترل S که ذخیره سازی هستش و ما باید در این قسمت ذخیره سازی رو انجام بدیم، ریست تو دیفالت رو انتخاب میکنیم و مثلا من میام اینجا شیفت C رو انتخاب میکنم، این قسمت هم انتخاب شده هستش. یه چیزی انتخاب کنیم که اصلا وجود نداره، مثلا شیفت کار رو من انتخاب میکنم ببینیم آیا وجود داره یا خیر. شیفت کا وجود نداره. اینو برای دایره در نظر میگیریم و اوکی میکنیم. الان با این صفحه وارد محیط اسکچ میشم و میام شیفت کا رو انتخاب میکنم، ابزار دایره برای من فعال شد. پس این مواردی هست که ما داخل شخصی سازی ازش استفاده میکنیم و شما باید در قسمت شخصی سازی بیاید این موارد رو با توجه به دلخواه خودتون ویرایش کنید. پس ما این قسمت رو با هم یاد گرفتیم، من ریستش میکنم، میریم سراغ قسمت بعدی. قسمت بعدی که داخل نرم افزار سالید ورک و در قسمت کاستومایز وجود داره، قسمت بسیار مهمیه که این قسمت هم دسترسی آسان رو به ما فراهم میکنه که ما میتونیم تعدادش رو مشخص کنیم. داخل اسکچ ما میتونیم چند تا ابزار رو داشته باشیم. زمانی که دکمه راست موسمون رو انتخاب میکنیم و نگه میداریم، یک سری ابزار به ما نشون داده میشه که ما میتونیم به سرعت ابزار مورد نظر رو انتخاب کنیم. بعد این قسمت هم خیلی مهمه که تعدادش هم انتخاب میشه، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 8 تا و حتی 12 تا رو هم ما میتونیم انتخاب کنیم و 12 تا ابزار رو برای کار کردن سریع خودمون میتونیم داشته باشیم. پس در اطول شما تعدادش رو مشخص کنید. در این قسمت ما دستبندی رو روی All Commands داریم و تمام ابزارهایی که اینجا وجود داره دیده میشه. ما مثلا زمانی که تولز انتخاب کنیم، ابزارها به این صورت نمایش شده میشه، ولی مثلا ما در قسمت فایل بریم، موارد مربوط به قسمت فایل رو نشون میده. قسمت تولز که همون ابزارهای ماست، مثلا اینسرت رو بزنیم، قسمت اینسرت رو داره به ما نشون میده و این قسمت داخل گروه بندی اینسرت هستش و کاتگوریش در این قسمت مشخص شده و ابزارهای مختلف اینجا دیده میشه که میتونیم ازش استفاده کنیم. معمولا روی All Commands میذارم و در این قسمت تمام ابزارها دیده میشه و ما میتونیم اونها رو انتخاب کنیم و بستگی داره که ما کدوم قسمت رو نیاز داریم. هر قسمتی رو که خواستید به راحتی میتونید بگیرید و روی مورد مورد نظر خودتون بذارید و جایگزین میشه یا مورد مورد نظر خودتون بگیرید و از اون قسمت حذفش کنید. همونطور که میبینید جاش خالی میشه و دیگه اون قسمت خالی شده. پس داخل پارت اسکچ و اسمبلی و درایینگ میتونید این کار رو انجام بدید. پس من میام این قسمت رو 8 تایش میکنم، اوکیش میکنیم و دکمه راست رو انتخاب میکنم و یک مقدار جا به جا میکنم. همونطور که مشاهده میکنید ابزار مورد نظر رو میتونید انتخاب کنید و از ابزار مورد نظر میتونید استفاده کنید. ابزار رو انتخاب شد، یک بار دیگه انتخاب میکنیم و به این صورت میچرخونیم و ابزار مورد نظر رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. از این محیط خارج میشیم و به این صورت میتونیم به
اون قسمت دسترسی داشته باشیم. مثلا مربوط به محیط سه بعدی هست و ما تنظیمات مربوط به زاویه دید رو در این قسمت داریم. ما تقریبا با بخش های مهم قسمت کاستومایز آشنا شدیم و شما الان خیلی چیزها رو بلد هستید که محیط سالید ورک رو بیاید شخصی سازی کنید. به مرور زمان باز هم اگه نیاز بشه بخش های دیگر رو کامل میکنیم و بخش های مهم رو با هم دیگه بررسی میکنیم. در قسمت بعدی از آموزش محیط ها و قسمت های مختلف نرم افزار سالید ورک رو با هم بیشتر یاد میگیریم.